باشه. اینه جلسه دیگه از آموزش آبرنگ. شما توی این جلسات قبل و بعد رو توی پلیلیست آموزش آبرنگ ببینید. مثل همیشه از روشن‌ترین رنگ شروع می‌کنیم. من دیوار سمت راست رو با رنگ مشکی و قهوه‌ای و تکنیک خیس‌ترخیس رنگ می‌زنم. معمولاً اسم و شماره رنگ توی آبرنگ‌های مختلف یه ذره فرق داره. برای همین شما ببینید نزدیک‌ترین رنگ به این رنگی که من می‌زنم چیه، همونو توی آبرنگ خودتون انتخاب بکنید. برای اینکه بخوام رنگو بیشتر فید بکنم یا غلظتش رو بیارم پایین، یه مقدار آب اضافه میکنم به اون قسمت. باعث میشه رنگا بهتر با هم ترکیب بشن. توی تکنیک خیس ترخیس باید حواستون باشه که قبل از اینکه آب خشک بشه رنگا رو خوب با هم ترکیب بکنید. دیوار سمت چپ هم قراره با همین تکنیک خیس ترخیس یه رنگ آبی مشکی بزنیم. اجازه بدید خود رنگ ترکیب بشه، لازم نیست حتما جزئیاتش مثل مال من در بیاد. حواستون باشه که قلمو خیلی فشار ندید و هر جا هم که احساس کردید آب زیاد ریختید یا خواستید رنگی رو پاک بکنید میتونید یه دستمال تمیز بذارید رو اون قسمت. الان دوباره یه ترکیب رنگ دیگه نیاز داریم. رنگ قهوه‌ای و مشکی رو با هم ترکیب میکنیم، ولی این دفعه باید رنگ قهوه‌ایش بیشتر باشه. دوباره با تکنیک خیس ترخیس رنگ رو به بالای دیوار میزنیم. وقتی که هنوز خیسه خیلی سریع میام با تکنیک خشک ترخیص رنگ مشکی رو به این شکل میزنم که یه حاله هایی ایجاد بشه. اگه مقواتون زود خوش شد هیچ اشکالی نداره، دوباره میتونید یه مقدار آب اضافه کنید بعد دوباره رنگ مشکی رو بزنید روش. الان با همون ترکیب رنگی که درست کردم به صورت خیس ترخشک میام سقف رو رنگ میزنم. تکنیک خشک ترخیص یه حاله‌ای وسط دوتا دیوار ایجاد میکنم. اینجا یه ذره رنگ مشکی میزنم برای اینکه فیدتر بشه، یه مقداری بهش آب اضافه میکنم. آبی و مشکی رو ترکیب میکنم، ولی رنگ مشکیش باید این دفعه بیشتر باشه. با تکنیک خیس ترخشک میام اون حاله پایین دیوار رو رنگ میزنم. رنگ قهوه‌ای و مشکی رو ترکیب میکنم و حاله پایین دیوار رو با تکنیک خیس ترخشک رنگ میکنم. با رنگ قهوه‌ای و مشکی و سرمه یه رنگ نسبتاً دودی درست میکنم و سایه های روی زمین رو به این شکل میکشم. رنگ آبی و مشکی رو که قبلا ترکیب کرده بودم و روش میزنم. برای اینکه مقدار روشن‌تر بشه با دستمال رنگ و آب اضافیش رو میگیرم. به همین ترتیب با رنگ دودی و تکنیک خیس ترخوش که سری سایه روی زمین میکشم. یه مقدار دیگه آبی اضافه میکنم و بقیه سایه ها رو به همین شکل میکشم. ترکیب رنگ دودی معمولا خیلی توی آبرنگ کاربرد داره. رنگ دودی هم از ترکیب قهوه و مشکی و یک کوچولو آبی درست میشه. الان میخوام سایه این آدم رو با تکنیک خشک ترخیص آبی بکنم. بعد از این که رنگ آبی رو کامل زدم
با تکنیک خشک درخیز دو مرتبه رنگ مشکی رو روش میزنم. رنگ مشکی رو کامل به همه جای سایه نزنید، یه سری ردای آبی نگه دارید که این دوتا رنگ با هم ترکیب بشن و آبی بودن سایه نشون داده بشه. اگه تکنیک های آبرنگ رو فراموش کردید یا خواستید مرور کنید، وارد پلیلیست آبرنگ بشید و جلسه دوم رو یه بار دیگه ببینید که مرور کنید. سایه بعدی رو هم به همین روش رنگ میکنم. قلمی که من الان دارم استفاده میکنم قلموی شماره 1. اگر خواستید جزئیات رو نشون بدید حتما از قلموهای نازکتر استفاده کنید. اگر هم خواستید قسمت وسیع رو رنگ بکنید از قلموهای بزرگتر مثل قلموی شماره 7 استفاده کنید. قلموهای بزرگتر توی آبرنگ معمولا کاربرد بیشتری دارن. قلموهای نازکتر برای کشیدن اجسام کوچیک جزئیات بیشتر به کار میرن. الان یه مقدار آب اضافه کردم روی دیوار رو با تکنیک خیس درخیز رنگای دیوار رو پررنگ تر میکنم. نسبتاً غلیظ‌تر با قهوه‌ای مشکی درست میکنم و یه سری خطوط نامنظم بالای دیوارا میکشم. قلمم رو یه مقدار با دستمال کاغذی خوش میکنم و با رنگ قهوه‌ای یه سری خطوط نامنظم میکشم. تکنیکم هم تکنیک خشک در خشکه. پالتم یه قهوه‌ای نسبتاً غلیظ درست کردم و صندلی رو باش کامل رنگ میکنم ولی سایه هاشو با رنگ مشکی قهوه‌ای در میارم. رنگتون رو خیلی غلیظ نزنید چون چرک در میاد و اینکه قلمتون هم خیلی فشار ندید. نقاشی آبرنگ برای این که بعضی از جزئیات رو نشون بدیم از گواش سفید استفاده میکنیم. من الان یه مقدار یقه این آقا رو با گواش سفید رنگ زدم. الان هم میخوام با توناژ رنگ نارنجی یه مقدار صندلی ها رو سایه بزنم. تکنیک خشک در خشک معمولا برای اضافه کردن جزئیات کاربرد داره. الان من با قلموی شماره 1 و با رنگ مشکی یه سری جزئیات دارم اضافه میکنم.
واسه کشیدن پنجره هم اول از روشن‌ترین رنگ استفاده میکنم، بعد رنگ آبی تیره رو به صورت خشک در خیس میزنم. پنجره های این دیوارم با ترکیب آبی و مشکی به صورت خیس در خشک میزنم. دستمال کاغذی خشک خوش میکنم، یکم میزنم تو رنگ و یه سری خطوط به این شکل ایجاد میکنم. دوباره قلمم رو خشک خشک میکنم، یه ذره میزنم توی رنگ و یه سری خطوط به این شکل ایجاد میکنم. درختم رو کامل با آب خیس میکنم، شاخه های اصلیش رو خیس میکنم، یه ترکیب رنگ قهوه‌ای مشکی درست میکنم و رنگ رو میزنم روش. Thank you.
بکشید حواستون باشه که حتماً در راستای خود درخت این سایه رو بکشید. تیره‌تر با تکنیک خشک در خشک که مقدار سایه ها رو به این شکل نشون میدم. واسه رنگ‌آمیزی آسمون یه سری قسمت ها رو خیس میکنم، یه سری جاها هم همینطور خشک نگه میدارم، رنگ فیروزه‌ای رو با آب ترکیب میکنم، یه مقدار رنگ آبی تیرم بهش اضافه میکنم و میزنم تو اون قسمت هایی که خیس کردم. اینم از نقاشی این جلسه. اسمتون هم میتونید به فارسی یا انگلیسی زیر نقاشیتون بنویسید. اگه سوال یا اشکالی هم داشتید حتما تو کامنت ها به هم بگید.